امروز خواهیم در تا دستگاه عصبی مرکزی همون سنترال نرو سیستم صحبت کنیم. دستگاه عصبی مرکزی وظیفش پردازش اطلاعات دادن پیام و گرفتن پیام به اندام ها هستش. اینجا اگر مشاهده کنید به دقت ببینید تو این ویدیو طرف مغز و نخاع چون دیدیم که دستگاه عصبی مرکزی یا همون CNS شامل مغز و نخاست یا داره پیام میاد یا داره پیام به سمتشون میره اینکه پیام به سمتشون میره مثلا مثالش مثل گیرنده ها ما خوندیم که گیرنده ها میتونن به دستگاه عصبی پیام بدن دیگه مثلا گیرنده درد پیام درد رو داره میبره یه دستگاه عصبی مرکزی میتونن پیام بدن مثلا به کی؟ به ماهیچه ها بگن فلان ماهیچه منقبض شد و همچنین اطلاعات رو پردازش یا همون تفسیر کنن که شامل مغز و نخا هستش پرده های مننج رو مشاهده میکنید ما در رابطه با پرده های مننج مفصل خونیم گفتیم جنس این, جنس این پرده بافت پیوندیه سه لایه تشکیل شده لایه بیرونی لایه میانی و درونی ترین لایه مننج. درونی ترین لایه مننج گفتیم به مخ چسبیده یعنی زیر اینجا ما الان این مخ رو داریم مثلا این مخه بعد من شیاره سطحیش هم کشیدم این مثلا مخه بین پرده میانی مننج و پرده درونی مننج ما مایع مقزین و رو داریم مایه مغزی نخایی از بس ها ترشون می شدن این هاشش پس دیدیم که بین این دوتا لایه ما این مایه مغزی نخایی رو داریم مایه مغزی نخایی وظایف متعددی داره یکی از مهمترین وظایفاش نقش ضربه گیری هستش نه این اسمه. همون مایه مغزی میخواد اینجا می که این نیمکره عمیق اومده لب گیجگاهی رو ایجاد کرده به کل اینجا میگیم مخ کل این صورتیه این مخ چه هستش و اینجا هم ساقه مغز خود ساقه مغز از سه قسمت تشکیل شده ما گفتیم که نیمکره های مخ توسط اون شیاراش به چندین لب تشکیل شدن این بزرگترین لبی که اینجا دارید مشاهده میکنید یعنی این شیاره این شیاره عمیق باعث تولید این دوتا لب شده که به این لب جلویی لب فرونتال یا لب پیشانی میگیم به این لب سبز رنگ لب آهیانه میگیم و به این لبه زرد رنگ که این لبه زرد رنگ خودش توسط این شیار ایجاد شده بهش لبه پس سری میگیم لبه پس سری خب تو شکل میبینید که توی نکاتم بهتون گفتیم که لب گیجگاهی از نمای بالا مشخص نیست یعنی شما وقتی از بالا دارید مغز نگاه میکنید لب گیجگاهی رو نمیبینید فقط همین سه تا لب رو میبینید خب بریم ادامه فیلم نرم این لب فرونتال یا لب پیشانی این نارنجی یا لب گیجگاهی که فقط نمای کناری دیده میشه لب آهیانه و این هم لب پس سری که لب پس سری از تمامی لب ها و لب پیشانی بزرگترینه اینجا این زرد رنگی جسم پینه ای هستش هم نمای کناریه مخ یا کلا نیمکرای مخ توی یادگیری استدلال در واقع چون توی کتابتون هم خوندیم که خود مخ نیمکره هاش به دو نیمکره چپ و راست تقسیم میشه که نیم مثلا چپ توی ریاضیات استدلال منطق تفکر نقش داره نیم راست تو چیزهای هنری مثل موسیقی نقاشی هنر تجسمی بیشتر نقش ایفا میکنه ولی جفت نیم تو تمامی وظایف تقریبا میتونیم بگیم نقش دارن حالا مثلا نیم چپ بیشتر توی استدلال نیم راست بیشتر توی حالا چیزهای هنری اینجا مخچه رو میبینید این فضای بین دوتا مخچه یعنی دوتا نیمکره های مخچه ما کرمینه رو داریم که اینجا دارید میبینید چون خود مخچه هم نیمکره داره نیمکره چپ نیمکره راست اینم که کرمینه وسطش هست مخچه توی تعادل جابجایی شنوایی نقش اینجا هم ساقه مغز رو میبینید تو این شکل ساقه مغز از مغز میانی پل مغزی و بسل و نخا شکل گرفته که پایین بسل و نخا ما نخا رو داریم حالا نخا درون ستون مهره ها قرار گرفته این مثلا یکی از مهره است، اینجا نخا رو مشاهده میکنید که نخا هم گفتیم بیرون سفید توش خاکستریه در رابطه با عصب های دستگاه عصبی مرکزی ما گفتیم سی و یک دفت عصب نخایی داریم دوازده جفت عصب مغزی داریم این اعصابی که به نخوا متصلن اعصاب نخایی هستن و این اعصابی که از مغز اینجاها خارج میشن اینا اعصاب مغزی هستن که اینا دوازده جفت بودن مثلا اعصابی که به صورت میره جزی از اعصاب مغزی هستش میبینید که داره پیام میره و پیام میاد اینم از مطالب امروزمون